فردا بندازیم پنجشنبه. خوبه؟ همین ساعت یازده بندازیم، یادتون ببونه. خب قرار نسبیت رو شروع بکنیم. الکترومغناطیس رو یه دوره کردیم، مکانیک رو دوره کردیم. مکانیک یعنی قانون حرکت نیوتن، منظورم از مکانیک حرکت نیوتونه فعلا، هر اون چیزی که ازش میتونیم بده. و یه سینماتیک داریم و یه دینامیک داریم این صحبت هایی که داریم میکنیم. مثلا سرعت چی هست، شتاب چی هست، قانون جمع چی هست، اینا مسائل سینماتیکه. وقتی میپرسین علت حرکت چی هست، وقت میرسیم به دینامیکه. مثلا سینماتیک دینامیک تحت ترانسفورمیشن علیله ناورد است. میمنه اگر از یه دستگاه مختصات اینرسی رفتیم به یه مختصات اینرسی دیگر، مقدار اندازه گیری میکنیم، نیرو، شتاب، سرعت، اینا ممکنه فرق بکنه، ولی فرم معادله F مساوی به ma منظورمون اینه. قانون رو ناظرین لخت یک نویسن. حالا قانون رو بخوایم از یه دستگاه به دستگاه تبدیل بکنیم، باید ببینیم که چه نوع تبدیلی به کار میبریم. یک تحت تبدیل های گالیله ناورد است. معادلات مکسول در عوض تحت تبدیلات گالیله ناوردان نیست. یک نشانه بارزش که سرعت نور رو تمام ناظرین لحظه یه مقدار به دست میارن، 300,000 کیلومتر بر ثانیه. این نشانه بارز پیروی نکردن الکترومغناطیس از تبدیلات گالیله است. برای که تبدیل گالیله جمع سرعتش معلومه، اگر دو تا متحرک نسبت به یه متحرک سومی با سرعت V1 و V2 حرکت بکنن، نسبت به هم دیگه با V1 به علاوه V2 یا V1 V2 حرکت میکنن. نور از این خاصیت پیروی نمیکنه. تمام مشاهدات انجام گرفته نشون میده که هر ناظر لختی با هر سرعت نسبت به دیگری حرکت بکنه، وقتی که سرعت نور اندازه‌گیری 300,000 کیلومتر بر ثانیه، این رو به عنوان اصل بپذیریم. اون چرا که مشاهده کردیم به عنوان اصل بپذیریم که سرعت نور در تمام دستگاه های مختصات اینرسی یه مقدار ثابت، و این پیش نشتنه که این کار رو بکنیم. حالا ببینید که ساده بیان میشه، ولی اصلا با مشاهدات روزمره ما وفق نخواهد داد. فرض کنید که این یه دستگاه او، این یه دستگاه او پرایم، و از دید این ناظر و در لحظه تی مساوی تی پرایم با صفرم، این او پرایم روی او منتقل باشه، منطبق باشه. بنابراین این فاصله اگر سرعت او پرایم نسبت به او وی باشه، فاصله چقدره؟ وی تی. در زمان تی او پرایم صفر، ببخشید او پرایم روی اوه، در زمان تی به اندازه وی تی رفته اون طرف. این وی تی از نظر ناظر او، مکان ناظر او پرایم
نظر ناظر او. مکان ناظر او از نظر ناظر او پرایم چی خواهد شد؟ خب چی بنویسم؟ وی چی؟ نه خیر تی پرایم. اینجا اجازه میدیم که تی پرایم را فعلا جدا بنویسیم، آخر سر بگیم چی میشه. در تبدیل گالیله یه دونه تی بیشتر داشتیم، به عبارت دیگر تی زمان مطلق بود، برای تمام ناظرین لخت یکسان بود و مکان فرق میکرد. ولی اینجا فعلا احتیاط بکنیم زمان این او پرایم رو تی پرایم بنویسیم، مال اون یک او بنویسیم، ببینیم چی میشه. خب حالا که میگیم که سرعت نور برای دو ناظر یکسانه، یه تعریفم بکنم. حادثه یا رخداد، اینو تعریف بکنم. اگر یه حادثه در زمان تی در مکان اکس وای زد اتفاق بیفته، اینو برای توصیفش بنویسم، از نقطه نظر این بنویسم تیو بار اکس مکانش باش، چهار چیز: اکس یک، اکس 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 یک، اکس دو، اکس سه. اندیسه رو هم بالا میدم، اینم عادت بکنین بهش، یا لازم شد اینطور خواهم نوشت اینجا تی و بردار اکس مؤلفش هست. اندیسه رو هم بالا میذارم به دلایلی که بعدا بهتون خواهم گفت چرا بالا میرسم اینا رو. پس بنابراین وقتی از یه رخداد صحبت میکنم، از چه کمیت صحبت خواهم کرد؟ یه زمان و سه تا مکان وقوع. زمان وقوع و مکان وقوع. الان این قلوب قهوه‌خوردن یه حادثه بود، در این زمان و در این مکان اتفاق افتاد. قلوب دومم یه حادثه دوم، زمان و مکانش با هم فرق میکنه. خب اینکه اینجا نشستین، در این زمان یه حادثه است، لحظه بعد همینجا نشستین، ولی حادثه دیگریه، برای اینکه زمانش عوض شده. رد شدن او پرایم از روی او در لحظه تی حادثه است، بودن او پرایم در فاصله وی تی از او یک حادثه دیگری. خب حالا این مشاهده ای که من میگم یه خود دقت بکنیم بهش. فرض کنیم در همون لحظه تی مساوی، تی پرایم مساوی با صفره و او پرایم روی اوه، یک علامت نورانی نشر بشه. پس از گذشت زمان تی، ناظر او جبهه موج رو یک کره است، در چه شعاعی خواهد دید؟ سی تی. و ناظر او پرایم روی یک کره خواهد دید، سی تی پرایم. همینجا با تصور و تجسم عمومیتون میبینید که جور در نیاد. چطور میشه که این به اندازه وی تی آمده بیرون، هنوز وقتی که جبهه موج رو اندازه گیری میکنه اون رو کره میبینه به مرکزیت خودش، اون یکی هم وقتی که جبهه موج رو بررسی میکنه کره میبینه به مرکزیت خودش؟ ببینید با تصور روزمره مو نمیخونه، درسته؟ جبهه موج بالاخره یه دونه یک کره است،
یا به مرکزیت او یا به مرکزیت او. اگر مبدا نور، علامت نورانی روی او منطبق بود، روی او ساکن بود، وقت اون کره میباید مرکزیت او باشی. و اگر در او پرایم ساکن بود، کره باید به مرکزیت او پرایم باشه. در تصور عمومیمون میگنجه که بگیم که هر دو جبهه موج رو کره اندازه میگن. علت این که در تصور نمیگنجه برای اینکه ما با سرعت‌های کم عادت داریم و تبدیلی که به کار میبریم تبدیل گالیل است. این در پر توجه میکنین؟ خیلی حالا ببینید، اینا بگم این چطور میتونه جبهه موج رو بررسی بکنه و اون یکی میتونه چطور میتونه جبهه موج رو بررسی بکنه. اگر ناظر او بخواد بخواد ببینه که در لحظه تی جبهه موج کجاست، باید دستیارانی داشته باشه روی کره به شعاع سی تی پخش بکنه و بهشون دستور بده هر وقت علامت نورانی آمد از دیتکتور شما رد شد به ما خبر بده و زمان رو اندازه گیری بکنه. این یکی هم باید دستیارانی داشته باشه روی کره به شعاع وی تی پرایم و به اونها دستور بده که هر وقت علامت نورانی آمد از دتکتوراتون رد شد به ما خبر بدید. خب والا این جسته باشه و نورم رد بشه بره، دسترسی نداره اون رو اندازه گیری بکنه. بسیار خوب، پس برای این ناظر او علامت نورانی در لحظه تی روی یک کره خواهد بود که شعاع اون سی تیه. من معادله اون کره را اینطور بنویسم: سی دو منهای اکس دو منهای وای دو منهای زد دو مساوی با صفر، یا نوتاسیونم منهای اکس یک دو منهای اکس دو دو منهای اکس دو این مساوی با صفر. اگر اشتباه میکنید اینا رو توی پرانتز بگذارید. ناظر پرایم هم این معادله رو مینویسه: سی پرایم دو منهای اکس پرایم یک دو منهای اکس پرایم دو دو منهای اکس پرایم سه دو این مساوی با صفر. خب حالا چه تبدیلی باید به کار ببریم بین اکس وای زد تی و اکس پرایم وای پرایم زد پرایم تی که علامت نورانی اقلا این دو تا فرمول درست بده؟ چه این با تبدیل گالیله جور در میاد. شما اگر بنویسین x یک مساوی vt و برای این یکی vt پرایم توی این معادله بگذاری، میبینید که اون اگر اولی رو درست در بیارین دومی درست در نمیاد، دومی رو درست در بیارین اولی درست در نمیاد. بنابراین تبدیل گالیله نیست که این رابطه ها رو به ما بده. بسیار، حالا چه تبدیلیه؟ کدام تبدیله؟ اولا فرض بکنم که سرعت حرکت او پرایم در امتداد محور اکس هاست. بعید به نظر میرسه وقتی که ترانسفورمیشن میدم اکس دو و اکس تغییر بکنه، اکس یک تغییر بکنه. بنابراین فرض بکنم که
اینا فقط فعلا فرضه. x1 مساوی x پرایم 1 ببخشید 2 x2 مساوی x پرایم 2 و x3 مساوی x پرایم 3. ترانسفورمیشنش دنبالش میگردم. در حد سطحی کم باید به صورت به ترانسفورمیشن گالیله تبدیل بشه، برای اینکه تمام مکانیک کلاسیک کلش غلط نیست، در سطحی کم خوب جواب میده، در سطحی زیاد به اشکال برمیخوریم. بنابراین این انتظار رو باید داشته باشیم از ترانسفورمیشن جدیدی که دنبالش میگردیم در حد سرعت کم تبدیل بشه به تبدیل گالیله. اینم در نظر داشته باشیم. این یکی از شرط هایی که میگذارم. دو، در حد سرعت های کم تبدیل به تبدیل گالیله برسیم. تبدیل گالیله یه تبدیل خطی بود بین x و t، یک طرف هم بود. x پرایم مساوی x منهای و t ها؟ و تی هم دست نمیزید، یعنی تی تی پرایمون یکسان بود. این خطی بودن رو بهتر حفظ بکنیم، ترانسفورمیشن رو حفظ بکنیم، بلا اگر رابطه اکس یک و دو سه پرایم و با اینا خطی باشه، اگر این کره باشه این از کره بودن بیرون. تبدیل غیر از تبدیل خطی باشه، اگر چپه موجمون در یک دستگاه کره هست، در دستگاه دیگر از کره بودن میره بیرون. چرا؟ برای اینکه معادله کره تی بتوان دو، اکس بتوان دو، وای بتوان دو، زد بتوان دوه. اگر غیر خطی کردین رابطه اکس پرایم، وای پرایم، زد پرایم رو، دیگر اکس پرایم، وای پرایم، زد پرایم خطی نخواهد. پس تبدیل خطی باشه. سه، تبدیل خطی باشد. خب این معادلات باز یه اشاره داره به اینکه ما تبدیل گالیله رو می‌نویسیم x مساوی x پرایم به علاوه v، ها؟ x مساوی x پرایم به علاوه در تعیین x t و x پرایم وارد میشن، ولی t مساوی t پرایم می‌نویسیم. چطور من امتحان بکنم ببینم که این تبدیل خطی رو می‌نویسم و برای x پرایم یک یه تبدیل خط بنویسم x1، عوض کردین رو چیز نکنین، به علاوه بتا تی. تا این تبدیل خطی هست اینه، اگر گاما و بتا ثابت بگیرم. چطور تی پرایم رو هم بنویسم یه ضریب دیگر، دلتا x به علاوه آلفا تی که دو تا چهار تا الان ضریب خطی وارد کردم، گاما، بتا، دلتا، آلفا. اگر برای xyz زد کره باشه، برای تی پرایم، اکس پرایم، وای پرایم، زد هم این هم یک کره است.
درسته؟ البته اینم بگم این کره رو الان در چهار بعد می‌نویسیم ها، یه فضای چهار بعد تصور بکنیم نداریم، فضای چهار بعدی که مثل سه بعد تصورش بکنیم. ریاضیات تجرید ریاضی به ما اجازه بده همچین تصورش رو بکنیم دیگه. ببینم فرمولایی که اینجا نوشتم چی هست، چون بعدن برای اینکه اشتباه نکنم به این مراجعه خواهم کرد. صفحه چنده بگم؟ بله اینا رو هم از اشتباهات خودم پرهیز بکنم، این آخری ها رو عوض بکنم، اینجا به این صورت نوشتم اکس نه سی تی کنار تی هم یه سی بگذارم که دیمانسیون طول پیدا بکنه، چون با اکس وای زد دیمانسیون طول دارن، بهتره که جای تی سی تی همیشه بنویسم، عدد بی دیمانسیونه. سی تی مساوی گاما سی تی پرایم علاوه الفا اکس پرایم و اکس پرایم اکس پرایم و اکس یک مساوی دلتا سی تی پرایم به علاوه بتا اکس پرایم یک، وقت اکس دو مساوی اکس پرایم دو و اکس سه مساوی اکس پرایم سه. اینجا چهار تا من عدد دارم، پارامتر گاما، الفا، دلتا، بتا. اینا رو مقدار ثابت میگیرم، یعنی به اکس وای زد بستگی ندارن، ولی به وی بستگی خواهند داشت، به سرعت حرکت چیزا. و در ضمن این دیمانسیون طول داره، اینم دیمانسیون طول داره، اینم دیمانسیون طول داره، پس گاما باید بی دیمانسیون باشه، الفا باید بی دیمانسیون باشه و همینطور دلتا و بتا اینا بی دیمانسیونه. بله استاد، ما تحقیقات خطی رو انتخاب می‌کنیم به خاطر اینکه بالاخره این تبدیلات هر رخدادیه و برای این رخداد علامت نورانی هم اگر به کار ببرم باید این رابطه ها رو به من بده، و اگر یکی من جبهه موج رو کره میبینم در دیگری هم باید ببینم، بنابراین باید خطی باشه. ببینید اگر من نوشته بودم اکس پرایم یک مساوی این جمله به علاوه اکس پرایم دو، اکس پرایم به توان دو، اکس پرایم یک توان دو، وقت اینجا به کار می بردیم و این رو می خواستیم به این تبدیل بکنیم، یک اکس پرایم به توان چهار به دست می اومد دیگه، کره نبود. یعنی به خاطر اینکه جبهه ما توی دستگاه اول کروی بیه، خاطر خواب می کنید در دومی هم کروی داشته باشیم، بله، برای اینکه ثابت بودن جهانی نور ایجاب میکنه که هر دو جبهه موج رو ببینن، اون چرا که ناظر او میبینه ناظر او هم باید همونو ببینه، چون در شرایط یکسان هستن. نورانی شوها باید 600 هزار کیلومتر باشه دیگه،
سر ثانیه دوم. ثانیه دو گفتین دیگه. تیر رو گرفتین دو ثانیه. پس یک ثانیه. نه شوها برای اون در زمان تیش سی تی، برای این یکی در زمان تی پرایمش سی تی پرایمه. خب ولی سی برای هر دو یکیه. نکته ای که از اینجا اکس وای زد و تی برای هر دوتا یکی نیست، این یکی پرایم میخوره روش، مقادرش هم متفاوته، ولی سی به هر دو یکیه. 300,000 کیلومتر بر ثانیه. خب حالا باید بریم اون چهار تا کمیت رو پیدا بکنیم، چهار تا کمیت متر بی بودمون رو پیدا بکنیم. اینجا این کتاب رو با دقت بخونید. برای پیدا کردن اینا من یک رخداد در نظر میگیرم. بودن او پرایم در زمان تی در اکس یک مساوی وی تی از نظر ناظر او. بودن او پرایم، یه زبان جدید باید یاد بگیریم با این حرف، با این کلمات جدید حرف زدن یه خورده خودتون رو عادت بدین. بودن او پرایم در زمان اون یکی از نظر او در کجا خواهد بود؟ در اکس مساوی وی تی. خیلی اینو بنویسم. پس فراموش نکنین که چه انتظاراتی داشتیم که این تبدیل خطی رو داریم امتحان میکنیم. از الکترومغناطیس دیگه صحبت نمی کنم. از الکترومغناطیس تنها استفاده که کردم اینی که نور موج الکترومغناطیسیه و سرعتش هم مقدار ثابتی. تنها همین را استفاده کردم. دیگه نه از کانون قولون، از قانون کولون، آمپر، فارادی، از هیچ کدوم از اینا صحبت نمی کنم فعلا. خب رخداد یک از نظر او در لحظه تی اکس پرایم، نه اکس یک مساویه و در لحظه تی ناظر او، ناظر او در لحظه تی از نظر او. مختصاتش اینه. برای نمی نیسم اینا که برابرم نمی نیسم. حادثه دو ناظر ناظر او پرایم بودید. ناظر او پرایم در لحظه تی پرایم از نظر خودش. اکس پرایم چقدره؟ اینا رو بیارم ببرم توی این معادله، بنویسم سی تی مساویه سی تی، این بود مساویه گاما تی پرایم، سی تی پرایم. اکس پرایم چقدره؟
این اکس پرایم چیه؟ از کدام ناظرم صحبت میکنم؟ از او پرایم صحبت میکنم. این هم مختصات ناظر او پرایمه و این قدر صفر. آلفا ضرب در صفر. این یکی. اینا رو گذاشتم. یه حادثه الجای او او پرایم رو عوض بکنم و اینا رو هم معکوسش رو بنویسم و این حادثه رو تعریف بکنم ببینم کجاست. بودن او پرایم در زمان تی در اکس. بله. سومی. ناظر او در لحظه تی از نظر او اکس پرایم چقدره؟ اکس یکیش چقدره؟ ناظر او در لحظه تی از نظر او صفر. و چهار. ناظر او در لحظه تی پرایم از نظر او پرایم اون وقت ناظر او در لحظه تی پرایم اکس پرایم یک مساوی منهای وی تی پرایم. خیلی. حالا این دوتا رو بیام ببرم توی این معادلات. تی رو بنویسم. چی باید بنویسم؟ سی تی مساویه. یه چیزی رو در اینجا جا گذاشتم مثل اینکه به یه معادله پرداختم یا نه؟ به یه معادله نوشتم. ببین وقتی که اینا رو دارم بنویسم این معادله رو من به کار بردم. اکس یک مساوی وی تی مساوی دلتا سی تی چقدره؟ سی تی پرایم بلاوه بتا وی تی. نه اینه درسته. بله درست. میگم که صفر شده. صفر. خب از این دو تا رابطه چیزی به دست میاریم یا نه؟ نه اینجا اشتباه دارم میکنم. یه دفعه دیگه بریم. اینا رو خودم نوشتم و منتها الان یادم نیست. بریم ببینیم. یه دفعه دیگه. ناظر او پرایم در لحظه تی از نظر ناظر او در اکس پرایم یک مساوی وی تی و تیه. و ناظر او پرایم در لحظه تی از نظر او پرایم در لحظه تی و اکس پرایم یک. خب اینا رو یه مرتبه دیگه بریم این تو. بالایی تیش تیه. گاما سی تیه و اکس گاماش سی تیه اکسش اکس پرایم یک
یکیش ویتیه. چرا ما صرف گذاشتیم؟ ببینید این تیکه رو x پرایم x x یکش ویتیه. x پرایم یکیش رو بنویسم. نمیدونم چیه. امتحان بکنم. در لحظه تی این مساوی با دلتا سی تی پرایم اکس یکیش چیه؟ وی تیه. بلاوه یه VT prime, VC prime, VCT prime, VT prime. خب، دیگه من هم درست در بیاد. X prime یک تو مدل اول صفر شده و این هم X prime یک تو مدل دوم VT prime شده. این رو من دارم امتحان میکنم. خب در لحظه تی x یک عبارت است از وی تی. خب و x پرایم یک برای این یکی ناظر او پرایم از نظر خودش دلتا ها؟ ایکس پرایم از نظر او باید نیست. ببینید اینا از نظر او پرایمه، این طرف ها از نظر اوه. خب حالا اینا را برای او پرایم بنویسیم فقط. یه دفعه از نظر ناظر او، یه دفعه از نظر ناظر او پرایم. این عددهایی که اینجا نوشتم ببریم توی این فرمولا ببینیم چی به دست میاریم. اینا من پاک بکنم نبینیم. این درسته؟ در لحظه تی مساوی گاما برای اون زمان تی پرایم دیگه و اکس پرایم یک برایش صفره. ها؟ الان وی بار همونجوری بنویسیم آلفا ایکس پرایم یک، چون داریم از نظر ناظر او می نویسیم، باید بنویسیم آلفا ایکس پرایم یک. آلفا ایکس پرایم یک همونجوری باید درست. بلاوه آلفا ایکس پرایم یک. خب این فرمول رو از نظر او اکس یک وی تی هست سی تی پرایم بلاوی بتا اکس پرایم یک بلاوی بتا اکس پرایم یک. انشالله این درسته. حالا اینا رو ناظر او در لحظه تی از نظر او اکس پرایمش صفره، تیش تیه، وقت مساویه کما سی تی پرایم علاوه صفر، نه؟ درسته؟ ببین این رو نوشتم به علاوه ناظر او در لحظه تی از نظر او پرایم، نه اکس پرایم یک، الفا اکس پرایم یک. و حالا این یکی رو بنویسم ناظر او در لحظه تی پرایم، نه این هنوز مونده،
پرایم یکش صفر مساوی دلتا سی تی پرایم بلاوه بتا اکسش چقدر منهای وی تی پرایم خیلی حالا ببینید چی به دست میاریم از این دوتا رو با هم مقایسه بکنید این چرا یکی در اومدن اینا این رو با این مقایسه بکنیم ببینیم چیه یا این رو این درست در اومد یا نه مدلی آخر درست نیست اینه این نوشتم نظر او در لحظه تی از نظر او پرایم تیش تیه و گاماش سی تی پرایمه اکس پرایمش منهای وی تیه این باید منهای وی تی بنویسم نه اون وقت این یکی نظر او در لحظه تی پرایم از نظر او پرایم اکس خودش که صفره ناظر او پرایم در لحظه تی از نظر او پرایم صفره دلتا سی تی منهای ایک نمیدونم بریم بشین این کتاب رو درست بخونیم ببینیم من چجوری به دست آوردم اینا رو دو تا عدسه چهار مورد در نظر گرفته ماخه یه مورد، دو مورد، سه مورد، چهار مورد استاد باید برای هر کدوم از ناظرها از نظر یه ناظر دیگه دو تا مادله داریم یکیتون بیارین بیاین پای تخته من اینا رو بخونم و شما بنویسیم ببینیم به دست میاریم یا نه بیا پاک کنید اون طرف رو فقط این دوتا ترانسفورمیشن آخری بمونه اون طرف هم پاک کنید خب بودن او پرایم در زمان تی بنویس بودن او پرایم در زمان تی در x1 مساوی vt از نظر ناظر او و بودن او پرایم در زمان t پرایم در x پرایم مساوی با 1 از نظر او پرایم در x پرایم مساوی با 0 خیلی شما اینا رو ببریم توی این فرمول ببین او پرایم یه حدس است بودن او پرایم یه حدس است برای خودش یه مختصات داره برای او یه مختصات دیگر داره آره بله همون از اول تابلو بنویسین چه زیاد مخواهیم Yes.
صفر دارم از نظر او میگیسم و اکس یک رو باید بنویسیم وی تی نه اکس پرایم یک رو الان من دارم از نظر او اوپین رو میبینم خب اکس پرایم هم میشه وی تی خب اینشو بنویس سی تی اینشو بنویس وی تی مساویه مساوی دلتا حالا بقیهش بنویسیم سی تی پرایم الان این رو من بنویسم چون بر حسب ایکس یک گرفتم باید ایکس پرایم یک رو بنویسم وی تی درسته؟ ایکس نه ایکس پرایم یک رو وی تی نمینویسیم ایکس پرایم یک ایکس پرایم یک رو مینویسی خودش خب الان بودن اوپرین تو زمان تی توش صفر یعنی اینجوری درست دارم؟ او پرایم در زمان تی مساوی با صفر خیلی خوب این یه معادله مونه بله خب از این الان چیزی به دست میتونیم بیاریم شما اگر سی تی زیاده چیزامون خیلی خوب حالا حدثه دوم بودن اوه از نظر خودش و از نظر او پرایم بودن او در زمان تی در اکس یک مساوی با صفر از نظر او و بودن او زیرش بنویس و بودن او در زمان تی پرایم در اکس پرایم یک مساوی منهای وی تی پرایم از نظر ناظر او حالا این کمیته رو ببریم توی این فرمول تی چقدره؟ تی بنویسیم چه سی تی مساویه سی تی پرایم منهای آلفا وی تی اینهای آلفا وی تی این فرمول رو مقابل این بنویس خیلی اینو پاک کن وی تی پرایم میشه بسیار حالا این یکی رو بذار در این معادله میشه وی تی پرایم از بودن او در زمان تی در زمان او نه بودن او میشه صفر چون او از نظر او دیگه نه این از نظر او پرایمه از نظر او پرایمه بودن او در زمان تی پرایم در فلان پس تی این اکس پرایم اکس یکش منهای وی تی الان اکس یکش الان منهای وی تی میشه چون او از نظر او پرایم نه این منهای وی تیه اکس یک او از نظر او پرایم همون اکس یک میشه نه حالا نظر او بنویسیم x1 میشه 0 و x1 میشه جور هم خود x1 رو بذاریم به نظر من این رو x1 بگذاریم همین x1 باید بنویسیم چون که او نمیتونه x1 بذاریم بله اینجور از نظر او پرینه استاد این خط آخر رو یه بار دیگه می‌کنید بودن او در زمان t در x مساوی با صفر این که این خط و بودن او در زمان تی پرایم در اکس پرایم یک مساوی منهای وی تی از نظر ناظر بله. او پرایم او از نظر ناظر او پرایم اوکی پس اگه پرایم بکن جوندین دیگه پس اینجا ایکس یک بنویس
اکس رو باید ببینید یه حادثه اینا مختصات برای این صفره ببینید این یه حادثه بودن اوه که دو نفر میبینن پس این صفر مساویه خب بقیهش بنویسید سی تپرین برای خود منظر اوپرینه همین بتا خودش از نظر اوپرینه منایویتی نیست نه دیگه چون از نظر خود منظر اوپرینه نه این از نظر بودن او از نظر نظر منایویتی ببین این یه حادثه است مختصات از نظر ناظر او این هست و این هست که اینجا را سی تی گذاشتیم اینجا را صفر از نظر ناظر او تی اکس پرایم یک مساوی منهای وی تی هست و زمان تی پرایم منهای وی تی VT prime. خیلی خوب. از توی این الان شما بهتره میتونید حساب کنید. الان از توی این صفر دیگه ببین صفر مساوی با این بهتره حساب کن. الان میشه دیگه ما دلتا رو حذف بکن فقط این پرانتز صفر بذار. همین دیگه الان اگه بگیم سی تپری منهای بهتر بیشتر بتا مساوی سی اون وی سی اون درسته؟ سی بیون اشتباه کرد نگه وی سی اون باید باشه بله بینه کجاست بتا مساوی وی سی اون باید باشه من این فرمول اشتباه دادم بهتون اینو بهتون اشتباه دادم سی تی مساوی گاما سی تی پرایم به علاوه آلفا x پرایم یک مساوی دلتا بتا اینجاست بتا بله اینجا هیچی نداریم اونجا هیچی نداریم پس اینجا هیچی نداریم بتا اونور بتا اینجاست و ما بتا مساوی سی هم الان به دست میاریم اونجا اون بالا هم درست بکن بله بله خب یکی از ضرر به دست آوردیم دومی اون چیزی که باید به دست بیارین گاما مساوی دلتا حالا ببینیم الان بعد از همین دوتا معادله به جای بتا وی سی اوم اگر بگذارین این تبدیل میشه به این الان بریم دلتا وی تپرین اون که صفره به جای این برای بتا اینجا یعنی اونجا بذاریم ببینیم چی میشه اینجا میشه وی سی اوم سی با سی ساده میشه وی تپرین که دلتا اینجا هست به علاوه ایکس پرایم یک خب یعنی چیزی میشه که مساوی وی تی هست خب و اون وقت این برابر با این نمیشه وی تی پرایم آلفا نداره یا یه جای اکس پرایم یک رو نه چهار نه شما تیو اکس و اینا رو داریم میگین ما بتا ها رو داریم میگیم ما الفا بتا گاما دلتا رو مجهول میگیریم اونا باید از بین برن الان
به یه نحوی برابر باشن. امتحان بکن ببین. آلفا باید میشه صفر؟ نه، آلفا مساوی باید بتا باید در بیاد. آلفا مساوی بتا در بیاد میشه بی سیوم در داره بی تی که نمیشه. در ما این رابطه رو داریم گاما سی تی پرایم باید برابر بشه با گاما سی تی پرایم منوی آلفا بی تی پرایم. این جمله الان اضافیه. اون کامر از گاما سی تی پرایم پس اون رو غلط نوشتیم دیگه. اگر اونه اینو غلط نوشتیم، یه دفعه دیگه بجین اون رو از نو بنویسیم. دومی است این گونه. بله. میگه بودن او در زمان تی در ایسل توی ازار او. خب. سی تی آلفا داری او رو بنویسیم. سی تی پرایم منهای ایکس پرایم. واسه او هست وی تی. درست مصفت. اون در دیگه دوار نمی کنه. ببین یه تی دارین یه اکس یک دارین. این تی اکس یکش هم اینجا گذاشته بودین صفر. اینه بداد بیم. اون وقت اینجا یک تی پرایم دارین، یک اکس پرایم یک دارین که اون رو الان چی نوشتین؟ ببینید این رو این نوشتیم و این رو این. حالا من بخوام جلوشون بنویسم. من این چهار تامت رو اینجا بنویسم. این سی تی هست گاما سی تپری منهای آلفا بی تپری. این اشتباه است. این هم هست صف مساوی از دلتا بکا سی تپری منهای بی تپری. خب، حالا از این بالایی چی دارید؟ از این بالایی اینا رو دارید. اولا اوپریم این غلطه. این غلطه. اوپریم در زمان تی در میده از این ناظر او سی تی آلفا سی پرایم منهای بعدش به علاوی آلفا وی تی پرایم. درسته؟ این هم اونجا هم یه منهای اشتباه دارین. اینجا؟ بله. اون وقت این میگه آلفا مساوی بتا. دو معادله یکی میشن اون وقت. این رو امتحان بکن ببینید چطور نوشتی؟ این هم میشه بودن اوپریم در زمان تپریم در دیگه از نظر اوپریم خودش از نظر اوپریم ایکس یک هست. ببینید این دوتا یه حادثه نه تی او وی پرایم تی تی او وی تی این طرف تی پرایم و صفر. این صفر، این هم صفر. این هم صفر نه؟ بله. اون هم صفر. بالایی هم صفر. بالایی هم صفر. خب. این بتا عبارت بود از وی سیوم. درسته؟ اون وقت. بله. خب بلایی رو بنویس. سی نداره. وی ها و سی ها ساده میشه. الان دلتا با بشه یک؟ بلایی هم همین میده. الان اینجا دلتا یک؟ نه. نه. این تی پرایمه. این تیه. آه. این رو سی تی این رو هم حذف بکنی. میشه تی برابر است با گاما تی پرایم. خب.
پس این دوتا رو با هم مقایسه بکنید به ما مساوی دلتا. همین رو میخواستیم دست بیاریم از این. خب پس گاما مساوی دلتا و بتا مساوی سیویوم. بسیار خوب، بیان این معادله ها رو اصلاح پاک کنید، اون رو بلده بست. خب دوتا رو به دست آوردیم، حالا اینا رو بیایم اصلاح بکنیم. دلتا رو از نو بنویس بذار همونجا اصلاح بکن که جای کم داریم. اینو بکن گاما بتا، این بتا سیوم الفا رو بذار، نه بتا سیوم رو بذار، بتا سی بذار، اینو بذار بتا، به جای الفا بتا مقدار گذاشتیم. خیلی خب، پس از این دوتا حدثه ای که اونجا نوشتیم این رابطه رو به دست آوردیم. بریم سراغ یه حادثه دیگر. در لحظه تی مساوی با صفر، ببخشید، در لحظه تی مساوی تی پرایم مساوی با صفر، مرسی، یک علامت نورانی از او و او پرایم که روی همان نشت شود. از نگاه ناظر او علامت نورانی در زمان تی روی کره به شعاع سی تی خواهد بود و از نظر او پرایم روی سی تی پرایم. اون چیزی که شما دارین بنویسین سی دو دی تو، همون فرمولی که نوشته بودم، سی دو دی، سی دو تی دو، بله، مساوی پرایمش باشه. خب و حالا چون این تیکه هاش با هم برابرن اینا رو پاک بکن، فقط دو سه فقط زمان اکس یک بمونه.